از طرف منم سلام میگم به تک تک برادر خارای عزیز مهمون عزیز در حضوری که اینجا تشریف رو و میتونم افرادی که از طریق یوتیوب به ما بحث شدن تیتر موعظه امروز وسیعتنامه جاودانه امروز بیشتر توی فکرم بود یعنی چند از دوشنبه بود که همینطور در دعا بودم گفتم خداوند چطور میتونم خداوند نام چطور میتونیم نام تو رو خداوند جلال بدیم چطور میتونیم تو رو برافرازیم چطور میشه نام تو واقعا طوری بزرگ بشه که واقعا عظمت تو رو زیبایی تو رو وفاداری تو رفتار تو زنده بودن تو رو واقعا همه بدونیم نه فقط یک یک تجربی باشه که یک زمان ما کردیم فقط الان فقط تو خاطرات زندگی میکنیم بلکه واقعا زنده بودن عیسی و همینطور هم این خدایی که ما داریم بعضی وقت میتونم بگم اونقدر بگم تو پارانتس میگم برای افراد اونقدر عادی میشه که دیگه حساب نمی کنیم به اینکه خدا امروز و هر روز میتونه با ما ارتباط یا دوست داره بیشتر ارتباط با ما قرار بگیره اون دوست داره و چه کارهایی او میکنه که تو رو سمت خودش بکشه و زمانی که این کارهایی که الان انجام میده و بزرگترین کار رو امروز هم میخوایم در موردش صحبت کنیم انجام داده واقعا با قلب پدر یا با قلب عیسی آشنا بشیم چون خدای ما خدای رابطه هاست تمام این ادیان تمام این ادیان دیگه همه خدایی هستند که هیچ رابطه ای با خلقت خودش ندارن همه فقط شریعت همه قانونهایی هستند و چه چیزایی هست که باید انسان انجام بده که رضامندی خدا رو به دست بیاره یا همینطور هم خداوند رو یه جوری راضی کنه فقط خدای ما عزیزان خدای هست که خدای ارتباطه و زمانی که کتاب کتاب های دین های دیگه نگاه می کنیم ببینیم اینجا نه اونجا وعده داده شده نه نباوت شده نه در مورد نقشه هایی خدا اونجا صحبت میکنه و همینطور هم این لغت فیس خیلی اصلا خیلی کم اونجا گفته میشه فقط کتاب مقدس زمانی که مقایسه میکنیم میبینیم که یا واقعا کتاب زنده و کتابی هست که در طول این سه هزار چهار هزار سال چطور خداوند از طریق افراد خیلی ساده و انبیا و پادشاهان صحبت میکنه همه کار که یک روز آماده کنه که این ارتباط رو با ما با خلقت خودش قرار بدیه ما به این خاطر میگم بعضی وقت میگیم ما کتاب مقدس 66 تا کتاب هستن یا میدونم و شروع میکنیم به خوندن فقط بعضی وقت فراموش میکنیم چه خدایی ما میپرستیم و مخصوصا چه خدایی هست چه اشتیاقی داره برای تک تک ما تو کتاب مقدس می‌بینیم 3573 تا بعضی هستن که زیادتر میگن پیشگوهای و هایی شده خب الان زمانی که از این تعریف نگاه می‌کنیم می‌بینیم خب چرا خدا باید الان خدا تخ... کار نداره تو آسمون جا نشسته فقط در حال حاضر فقط وعده‌های میده بعد نگاه می‌کنیم زمانی که اصلا کلا از این دید نگاه می‌کنیم که خدا وعده‌های میده نباوت میکنه این زنده بودن خودش رو نشون میده که خدا میخواد ما رو به یه سمتی هدایت کنه 384 بار در مورد عیسی مسیح در عهد عتیق پیشگویی شده خوشحال هستین؟ <مزمند> یعنی خدایی هست که میخواد یه کاری انجام بده و خدایانی خدایان دیگه کار خودش رو انجام بده خدا بزرگ عظیم خدا کار خودش رو انجام میده فقط خدای ما کار خودش رو اینطوری انجام نمیده بلکه به قوم خودش به خلقت خودش چیز میکنه بیان میکنه و میگه چه کارهایی میخوام انجام بدم چه خدایی هست چرا چه خدایی داریم که اصلا ما رو اینقدر جدی میگیره که مثلا میگه که من میخوام چیزی انجام بدم مثلا مثال میگم همینطور با ابراهیم که صحبت میکرد میگه که ای این دوست من حالا میخوام برم کاری انجام بدم آیا دوست من اینطوری صحبت میکنی دوست من ابراهیم نباید همه چی رو بدونه متوجه هستی این خدا است که آلبرتی نیست یا نسی نیست یا مردی نیست یا پادشاه نیست او خداست که میخواد بره صدام و غمورا رو از بین ببره به من که چطور میتونم برم اونجا کار رو انجام بدم قبل از اینکه با ابراهیم در مورد صحبت نکنم عزیزا متوجه میشین؟ خدا نیازی نداره فکر خودش رو به ما آشکار کنه احتیاج نداره فقط خدا میاد و میگه که من نه که به شما برکت بدم بلکه آمدم و هستم که با تو عهدی ببندم اصلا کلا زمانی که اینو فکر میکنیم نگاه میکنیم خدا میاد با ما با خلقت خودش عهدی میبنده آیا واقعا لازم هست خدا با یک شخصی یک انسانی مخصوصا که ما گناهکارم از یه عهدی ببنده فقط یک خدایی که علاقه به مرد یا خلقت خودش داره اوست که شروع میکنه یه عهدی بستن و زمانی که در مورد عهدی که صحبت میکنیم پس پشت این عهد یک نقشه ای هست آمین؟, آمین خب چرا خدا عهدی ببنده الان ما در این دنیا عهدی میبندیم زمانی که ازدواج میکنیم میخوایم الان با هم عهدی ببندیم با هم یه اتحادی پیدا کنیم و هم میتونم با هم هم زندگی کنیم فقط خدا زمانی که عهدی میبنده و میگه که یک عهدی میبندم چون میخوام یه کاری انجام بدم و این عهد رو میبندم که بدونین که من, و من عهد خودم رو نگه میدارم من این کار رو انجام خواهم داد گوش میکنین عاشق خدا هستم که میگه که آلبرت من میخوام کاری انجام بدم و با توی عهدی میبندم در این عهد متوجه بشی من روی حرف خودم ایستادم انجامم خواهم داد پس بشین و میخوام بگم بشین اینجا کاری نکن بشین و باور کن زمانی که خداوند معمولا ما زمانی که در مورد عهد صحبت میکنیم عهد بین یک شرکای های مساوی هست اما عهد خدا بین, شرکت شراکت شرکت نابرابری است. مثل یک پادشاهی میاد با یک کسی که الان ورشکست شده هیچ چیزی نیست میگه که من میخوام با تو یه عهدی ببندم و اینم از خداست خداست که این عهد رو با ما میبنده و جالبش اینه که زمانی که خدای عهدی میبنده عهد ابدیه چون خدا خدای ابدیه از خدایش موقع عهدی نمیبنده بگه من مثلا برای ده ساله به این خاطر زمانی که این چیزهایی که من فکر میکردم و گفتم پس از طریق این عهد از طریق این داستان ها ما میتونیم روش خدا با روش خدا آشنا بشیم چطور خدا انسان رو ما رو احترام میذاره چقدر ما میتونیم از طریق اون ماهیت او آشنا بشیم محبت او آشنا بشیم وفاداری او به این خاطر امروز سرودهایی که انتخاب کرده بود همه چی در مورد وفاداری خدا بود نمیدونم دقت کردی یا نه و نقشه ها خدا میخواد یک نقشه ای یعنی نه میخواد بلکه خدا یک نقشه کشیده و میخواد ما رو شریک نقشه خودش بکنه آیا خدا نیاز به به این داره که به ما یه عهد یا پیغامی یا پیامی ببنده لازم نداره فقط چون خدا خدای ما خدای رابطه هاست و خدای محبته این احترام رو به ما میکنه پس یک کسی که عهدی میبنده یک کسی هست که یک نقشه ای داره یک نقشه عالی داره و ما میدونیم که هر چیزی که خدا انجام میده کامل و بی‌نظیر است و زمانی که کتاب عهد عط را رو نگاه میکنیم میگیم پنج تا عهدایی هست که خداوند بسته یه عهدی بود که زمانی که با نوح کرده زمانی که این دنیا واقعا فاسد شده بود یک سیلی آمد و این دنیا رو از بین برد جز از نو، نوح و همینطورم هشت نفری که اونجا خانوادهش بودن و اونجا زمانی که اینو دید خدا عهدی بست با زمین با طبیعت با انسان یعنی میگه که من عهدی میبندم که دیگه این کار رو انجام ندم دیگه از طریف سیل این دنیا و بشریت از بین نخواهند رفت ما زمانی که اینو میخونیم میگیم خب خدا عهد رو بسته چرا آیا خدا نیاز داره به ما عهدی ببنده یا با زمین و از این طریق هم میتونم بگم که واقعا نگاه میکنیم ببینید که چه خدای عظیم غیر قابل مقایسه یا خدای خدای و همزمان خدای فروتن از اون دوست داریم با اون خدا آشنا بشیم بیشتر از طریق رفتار از طریق عملهای خودش میتونیم آشنا بشیم و زمانی که اینو باور میکنیم و در اون قدم ور میداریم اون موقع میتونیم بیشتر اون رو تجربه کنیم در زندگی روزمره ما با ابراهیم با ابراهیم با خون عهد رو بست و اونجا خداوند میگه ابراهیم رو میخوانه و به ابراهیم اونجا یه زمان زمینی هست کنان اینو میخوام به تو بدم به تو و من نسل تو بدم و در موردش هم صحبت خواهیم کرد و اون موقع با ابراهیم یه عهدی میبنده چرا؟ چرا عهدی میبنده؟ هلو، الان شما هستین نه، اوکی باشه میدونیم و چرا بسته؟ چون میخواست بگه که اینو به, دست به تو که قول دادم من انجام خواهم داد به این خاطر عهدی میبندم با تو تو اینو خواهی گرفت هیچ کسی هم نمیتونه از تو ورداره به این خاطر الان میبینیم که در, اسرائیل چه اتفاق میفته نه تمام دنیا افتاده اونجا یعنی تمام جیهد و تمام این حماس افتاده میخوان از بین ببرن چون خدا گفته این زمین مال توست و نسل توست هیچ کسی نمیتونه جلوش بگیره به این خاطر میتونیم الان استراحت منظور من اینه که خیالمون راحت باشه حماس و تمام اسلام یک تو وارد یه جنگی شده که آخرش چیه؟ شکسته چون روبرو خدا هستن به این خاطر خدا عهد بست با ابراهیم گفته این زمین از اونجا تا اونجا همه چیزم گفته به تو میدم به تو و به نسل تو خواهم داد بعد از این عهد سوم عهدی هست که خدا با در این جلوی این کوه سینایی میشه چی؟ سینا سینا اونجا بس اینم به با خون بود اینجا گفته که اینک خون خون آن عهدی که خداوند بر جمعی این سخنا با شما بسته هست زمانی که این خون رو برداشتن و شروع کردن تمام این چیزایی هستن خونه چی میگم فارسی خیمه،, خیمه رو اونجا با خون و من هم تمام دستگاه های چیزهایی با خون چیز کردن مالیدن یا پاشیدن و همینطور هم اونجا دو تا چیزای سنگهایی بود که یعنی این قانون های خداوند بود و اونجا سنگیدن و بعد اینکه که الان خداوند گفته که الان من شما ما این عهد رو با شما میبندم و همینطور هم سومین چهارمین عهدی که بسته، عهدی بود که با داوود بسته و در اینجا در مورد پادشاهی است. این برای با خون بسته نشد، بلکه این یک نباوتی بود، یک عهدی بود که خدا اونجا بهش گفت و و خداوند گفته که خانه و سلطنت تو به حضورت تا به عبد تا به ابد پایدار خواهد شد و کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند. خدا عهدی بسته که پادشاهی تو هیچ موقع تمام نمیشه و از پادشاهی او متوجه شدیم از نسل عیسی مسیح از نسل داوود بود که آخر به دنیا آمد و پادشاهی عیسی مسیح هیچ موقع پایدار تمام نخواهد شد پس اونجا هم این چیزی عهدی بسته شد و اینطور پنجمین عهدی که بسته و این پنجمین بود که در ارمیانه که گفته که یک روزی من روح خودم رو خواهم ریخت و همینطورم هم شما رو دلهای سنگین شما رو برخواهم داشت و همینطور این مربوط به الان ماست که ما به وسیله عیسی مسیح و به وسیله روح ما تولد تازه به دست آوردیم یعنی این عهدی بود که پیشگویی شده در ارمیان نب باب 31 آیه 31 میتونید تو فکرتون داشته باشین که خداوند الان این وعده ای که تقریبا سه هزار سال پیش انجام داد دو هزار سال پیش اتفاق افتاد که روح القدس آمد عیسی مسیح آمد و ما وارد یک عهد جدیدی شدیم و زمانی که ما در مورد عهد صحبت می خب الان در قرن 21 ما طوری دیگه قراردادهایی میبندیم و در زمان در زمان چیز قدیمی اونجا عهدهایی نیز بر مردگان بسته میشد و این عهدها تایید آشکار عهد وفاداری بود که در زم... نه. ننوشتم آه. <applause> این و وح... این عهدها تایید آشکار عهد وفاداری تا زمان مرگ بود فهمیدین؟ فهمیدین؟ دوباره بخونم این تا تایید آشکار عهد و وفا وفاداری بود تا زمان مرگ یعنی زمانی که روی این عهد تو اونجا وفادار میموندی یا به بیچاره میرم نمیموندی اون موقع آخر جریمه تو مرگ بود میگن که عهدی هست که با خون بسته میشد اینجا می بینیم که در داستان ابراهیم اینو با هم بخونیم در پیدایش باب 15 آیه هفت و هشت نسین این آیه رو خواهد خوند ای خدا و یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود به وی گفت دو ساله ماده سه ساله و بز ماده سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر پس این همه را بگرفت و آنها را از میان دو پاره کرد و هر پاره ای را مقابل جفتش گذاشت لکن مرغان را پاره نکرد آمین سو این یه عهدی بود که یه عکسی هم چیز کردم که متوجه بشین که زمانی که خدا به ابراهیم گفت که ابراهیم این کنان رو میخوایم این زمین رو میخوایم به دست تو بدم و اونجا خود ابراهیم گفته که یا خداوند به چه نشانی چه نشان از چه نشان بدانم که وارث آن زمین خواهم بود وارث آن زمین خواهد بود بود موند و خداوند گفته که از الان میخوام یه با تو عهدی ببندم بعد از این برال اینجا همین چیزایی که گفته گفته که این گوساله هست و همینطور هم هوچه و همینطور هم یه بره هست که بیار و از وسطش همینطور ببر و همینطور دست راست و دست چپ اونجا بگذار این نشانه اینه که همینطور چیز، چیزایی که الان هست مثل الان گوساله نشانه رستگاری هست و همینطور هوچه نشانه پذیرفته شدن هست و همینطور هم بوز نشانه برکت زمینی هست که خداوند جا گفته که این نشانه هایی هستن و تو خودت اونجا این چیزا رو ببر و من میخوام با تو با این یه عهدی ببندم بعد از این میبینیم که یعنی منظور این اینه که زمانی که من با تو این عهد رو میبندم کسی که خود را به عهد و پیام متحد می کند باید آن را طی کند که بگوید اگر آنچه را که در اینجا قول دادم رعایت نکنم مانند این حیوانات قطع خواهم شد این قولی بود و خداوند این عهد رو بست و بعد از این میبینیم ادامش آیه بعدی و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدن آمین سو منظورش اینه که زمانی که خدا این عهد رو بیبنده از ابراهیم هیچ چیزی نمیخواد بگه که الان ابراهیم تو باید یه کاری انجام بدیم فقط اینجا دیدیم که ابراهیم خودش الان رفته بود تو خواب خواب عمیق مثل که بیهوش شده بود مثل که خدا او رو خواب بوند. یا بعد از این آمد اونجا از این از این حیوانات که اونجا بریده بودن از اونجا رد شد و اونجا عهد رو بست یعنی منظور اینه که همینطور که الان خوندم زمانی که این عهد و بس یعنی تقریبا مثل اینکه خدا میگه که اگه عهد احت من عهدی که با تو بستم اینو نگه ندارم تقریبا مثل آینده من مثل این خواهد بود تقریبا وجودش رو الان گذاشت روی اینکه یعنی خدا خداوند تمام وجودش رو در آن میبخشید یعنی میتونست ابراهیم حساب کنه که زمانی که خدا این عهد رو با من بسته پس خداوند اینو نگه میداره و جالبش اینه که از ابراهیم چیزی نخواست بلکه اینو فقط خودش انجام داد خدا کسی بود که از ابراهیم نخواست که متعهد کنه بلکه خودش بود که متعهد شد خودش این قانون رو گذشت گفته من این کار رو انجام خواهم داد با این عکس عملی که خدا نشون داد این برای یک نمونه ای بود که توی کتاب مقدس و عط عطق می بینیم که زمانی که با خون عهدهایی بسته میشه اونجا دیگه واقعا کسی که این نتونه نگه داره باید برای کشته بشه این قانونایی بود که در عط عتیق اونجا انجام میشد باشه کم تقریبا سوال من اینطوری بود که زمانی که این داستانم دوباره خونده بودم گفتم که چه نوع خدایی هست که خود را متعهد می کند با مردم عهد ببندد چقدر باید معمولا بگم چقدر باید خودش بدونه این کاری که و این نقشه که کشیده و هدفی که برای ما داره اونقدر برای خودش مهمه و کی میخواد واقعا انجام بده به این خاطر میخواد ما رو به ما این اطمینان رو بده ثابت کنه که من چیزی که گفتم انجام خواهم داد میگم چه خدایی هستی که اینطوری میخوایی به من ثابت کنی یا به من این آرامش رو بدی که در همه موقعیت زندگی خودم بدونم که خداوند حرفی که تو زدی تو هم امین هستی که انجام بدی در ارمیا باب سی و یک اینجا میبینیم که خدا همون وعده ای که داد که برای عهد جدید اینو میخوایم با هم بخونیم در ارمیا نبی باب 31 آیه 31 تا 34 خداوند میگوید زمانی می رسد که من عهد تازه را با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست آن مانند عهد نخواهد بود که با پدران ایشان بستم وقتی دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند با آنکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم عهد تازه ای که با قوم اسرائیل میبندم چنین خواهد بود شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را در دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایهش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنها را هرگز به یاد نخواهم آورد آمین. اینجا پس میگه که خداوند میگوید زمانی میرسد زمانی میرسد اونجا موقعی بود که این عهد رو بسته که من این یک عهد تازه من با شما خواهم بست چون این عهدی که الان با خون خون بره و خون گاو بسته شده شما نتونستین انجام بدیم چون قلبای شما عوض نشد من باید یک عهدی با شما ببندم یه عهد تازه که وارد قلب شما بشم و اونجا این قلب شما رو عوض کنم میگه که من شوهر شما بودم فقط شما با من رفتار کردین که واقعا نتونستین این عهد رو نگه دارین پس من باید یک عهد تازه با شما ببندم که یک روز یک کاری خواهم کرد همون در ارمیاز که خودتون باور نخواهین کرد و این رو میبینیم که زمانی که به ابراهیم هم هم اون وعده ها رو داده که از نسل توی یک کسی خواهد آمد که تمام دنیا رو میخوام برکت بدم و همینطور هم اینجا که میاد میگه که از الان این عهد تازه رو اینجاست که الان عیسی مسیح وارد این دنیا شد وارد دنیا شد و اینجا میبینیم در ابرانیان باب 9 آیه 15 و 16 مسیح واسطه عهدی از جدید تا فراخواندگان بتوانند میراث جاودانی موعود را دریافت کنند زیرا اکنون مرگی به منزله بهای رهایی رخ داده تا آنان را از گناهان که در چارچوب عهد نخست واقع شد آزاد سازد زیرا در هر وصیت نامه لازم است مرگ عاملی که عهد را رسمیت می‌بخشد به میان آید آمین مسی واسطه عهدی هست جدید تا فراخواندگان بتوانند چی رو میراث جاودانی موعود را دریافت کنند میراث میراث جاودانی رو دریافت کنند الان اینجا یه عهدی هست عهد عیسی شامل یک وارسی یا وراثت نه وراثتی است عهد عیسی شامل یک وراثتی هست در این عهد به زبان چیز به زبان یونانی که اینجا ترجمه شده میشه کلرو نومینا یعنی میشه مال، 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 مالکیت میراث یا ارث ما ارث ما مالکیت رو ارث میبریم می چیزی که مال خداست ما ارث میبریم الان اگه نگاه میکنین الان خداوند به ابراهیم گفته بود ابراهیم این زمین کنان رو میخوام به تو ببخشم و این عهد رو با او بست با اون همون عکسی که ما اونجا دیدیم و میدیدیم که سال هزاران سال گذشت الان دو هزار سال گذاشت که دیدیم که الان خداوند وعده خودش را انجام داد الان باید نگاه کنیم از این ایسای مسیحی که آمد یک سرزمینی به ما در این دنیا نداد بلکه یک سرزمینی هست یک کنان آسمونی هست که در حضور خداونده یا در پادشاهی خداست ایسا آمد با ما این عهدی جدیدی بست که میگم که, که ما وارثین ملکوت خدا بشیم ما پادشاهی خدا رو به ارث ببریم پس دو تا ارث وجود داره دو تا زمین های وجود داره یک کنان دنیایی که الان در اورشلیم و یک اورشلیم سماوی یک پادشاهی خداست که اونجا هست و خدا میگه که من آمدم که شما این زمین آسمونی این کنان آسمونی رو به ارث ببرین متوجه هستین ارسی هست که ایمانداران غیر قابل فسخ خطی غیر قابل دخل و تصرف تصح تصح ما این نه بیا اینجا بخون بیا اینجا بخون از نه چیز اینا دارم این مشکل من اینه دیگه ده بار میخونم آخرشم هم ارسی است که ایمانداران به ایمانداران غیر قابل فسق قطعی غیر قابل دخل و تصرف تصاحب خواهند کرد تصاحب خواهند کرد آمین همیدی پس ایمانداران چی غیر قابل فسخ قطی غیر قابل قطع. دخل و تصرف دخل تصرف خواهند کرد آمین. آمین. آمین این عهدی هست عهد جدیدی هست که خداوند عیسی مسیح با ما بست عزیزان ما معمولا فقط به یه جایی قرار میگیریم عهدی هست که خداوند بست ما گناه ما آمرزیده میشه الان عهدی هست که الان ما فرزندان خدا هستیم و همینطور که گفته قلب تازه به دست آوردیم و همینطور روح تازه روح قدوس در ما قرار گرفته ما تولد تازه رو داریم اونجا ما ستوب میکنیم فقط خداوند اینجا میگه که من چی؟ گفته که یک عهد شامل یک وراثت شما بستم برای این به دست اووردن این وراست ارس احتیاج به نجات دارین من آمدم شما رو نجات بدم که پادشاهی رو خدا رو به ارث ببری این دو تا چیزای هم هست که میتونی اینم نوشتم نسرین بخونه دوباره از آنجا که عهد خدا شامل ارسی است که مستلزم آمرزش کامل گناهان است تا زمانی که کسی واقعا با خون خود آمرزش گناهان را به دست نیاورد نمیتوانست در دسترس باشد آمین, امین. دوباره 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 بخونین دوباره. از آنجا که از اونجا که عهد خدا شامل ارسی است که مستلزم آمرزش کامل گناهان است تا زمانی که کسی واقعا با خون خود آمرزش گناهان را به دست نیاورد نمی توانست در دسترس باشد یعنی عهد, عهد جدید مانند یه چیزی دیگه فولیه جیگه عهد جدید مانند اعلامیه اراده یا وصیت نامه است که پس از مرگ متفوا ارث در دسترس قرار گرفت. آمین. تقریبا میتونم اینطوری بگم و اینه که واقعا منو چی میگن دیوونه کرده که مثل اینکه خدا میاد خدا میاد بگه که من میخوام پادشاهی خودم،, خودم رو به تو ارث ارث بدم و تو نمیتونی تنها راهی که میتونی پادشاهی من رو به ارث ببری اینه که من برم روی صلیب بمیرم که آمرزش گناه رو به دست بیارین که بتونی اونجا وارث پادشاه من بشین گوش میکنین عزیزان من میمیرم که شما وارث پادشاهی من بشین این همینطور وسیعت نامه منه مثل این که خدا اینجوری نوشته اینو مثال میگم پادشاهی منو میخوام نسین فاطمه اسمایش رو اینا به ارث ببرن فقط نمیتونن احتیاج به آمرزش دارن به این خاطر آسمون رو ترک کردم اومدم در این دنیا گناه ما رو ببخشم که پادشاه خدا رو نه فقط وارد بشین بلکه اب ارث ببرین همین چیزی که خداوند به ابراهیم گفت من این عهد رو میبندم که این زمین رو به تو بدم عیسی مسیح آمده با خون خودش بسته که آسمون رو ما ارث ببریم با قانون با شریعت نمیشد فقط با خون بسته میشد به این خاطر در ابرانا با به ده های پنج تا هفت اینجا میگه که لحاظا هنگامی که داخل جهان میشود میگوید قربانی و هدیه را نخواستی لیکن جسدی برای من مهیا ساختی به قربانی های سوختنی و قربانی های گناه رقبت نداشتی آنگاه گفتم اینک میایم در تومار کتاب در حق من مکتوب است تا اراده تو را ای خدا به جا مرسی که خدا آسمون رو ترک میکنه و میاد اینجا که با ما اختی ببنده با خون خودش که ما رو ببره در آسمون همینطور که با, آب با ابراهیم این کار رو کرده و الان هم میبینیم که چه جنگهایی هست اونجا اتفاق میفته ما هم عزیزان باور میکنم وارد جنگ های روحانی میشیم همزمان که در این دنیا که اتفاقاتی که در اسرائیل میفته با یهودیا میفته که میخوان این سرزمین رو به دست بیارن همینطور هم روحانی در زندگی ما اتفاق میافته کار شیطان اینه که حمله بکنه به قوم خدا به افرادی که با خداوند عهدی بستن سست کنه خراب کنه و همینطور همینطور بی تفاوت کنه و قدرت خودش رو بگیره که هیچ موقع نتونن این پادشاه خود رو به ارث ببرن هر چقدر چیزایی که در این دنیا اتفاق میفته عزیزان در روحانی اتفاق میافته. ما خوانده شدیم عزیزان همینطور که پیدایش باب یک اینجا میگه که باب یک آیه 16 میگه که انسان رو به شباهت ما صورت ما خلق کنیم که سلطنت کنن این زمین رو به تو میدم این فکر اول خدا بود نه خلقتی داشته باشه که همینطور زندگی کنن محبت خدا بود و هست که وارسین همه چی که مال خداست وارسین اون بشیم و حتی میگه که خدا رو به ارث ببریم به این خاطر ما احتیاج به بخشش داشتیم که پادشاه خود رو به ارث ببریم به این خاطر در ابرانم به دعای ده هم اینجا میگه که به جهت به جا بود که به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج <تصفح> مرگ کامل گرداند زیرا او که مقدس می سازد و آنان که مقدس می شوند همه از یک خانوادند از همین رو عیسی آر ندارد ایشان را برادر خواند که میگوید نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد آمین آمین به این خاطر میگم این می مسیح بود که آسمون رو ترک کرده برای این یا که درد و رنج رو کشیده مرگ رو تحمل کرده که ما رو همینطور کیزیه. که او که مقدس می سازد و آنانی که مقدس می شوند همه از یک خانواده هستیم کسی که اول پادشاه خود رو به ارث برد مسیح ایسا بود نه پسر خدا بلکه پسر انسان بود گزویزو ایسا مسیح از ازل خدا بود فقط زمانی که آمد انسان شد و انسان رو برد بالا و انسان پادشاهی خدا رو به ارث برد او اولین بود و ما خانواده او هستیم به این خاطر میگه که به این خاطر آر ندارد از همین رو عیسی آر ندارد ایشان رو ما رو برادر خواند چون که ما میگوییم نام،, نام تو را به برادران اعلام خواهم کرد پدر جان نام تو رو به این برادران و خواهر من اعلام خواهم کرد و زمانی که عیسی مسیح روی صلیب اونجا گفته که پرداخت شد یعنی دیگه هر چیزی که احتیاج هست پرداخت بشه که ما وارث پادشاهی خدا بشین انجام شد به این خاطر عیسی مسیح آمده به این خاطر روی خدا میتونیم عزیزان حساب کنیم او خدای وفاداره چون عهد رو بسته و روی این عهد خواهد ایستاد هر کسی عهد رو میشکنه خودش با زندگی خودش باید نابود بشه و زمانی که عیسی مسیح هفته گذشته شما عشا داشتیم و از, از این به بعد شاید بتونین واقعا با یه دید دیگه نگاه کنیم این عشا رو این یک, یک وسیعت نامه هست خداوند به تو بخشیده که تو نه فقط نجات پیدا کنی بلکه پادشاهی خدا رو به ارث ببری عیسی روی حرف خودش بیسته و اونم کاهن اعظم که وارد قدس الاقداس نشده بلکه و رفته در پیش خداوند در دست راست, راست خداست این کاهن عظمه که دائما برای ما شفاعت میکنه شفاعت میکنه چون وفاداریش شفاعت کردنه که هیچ کسی گم نشه هیچ کسی از این خاندگی خاندگی سماوی دور نمونه و اونجا میتونیم روی او حساب کنیم روی این خدای وفادار حساب کنیم که او عهد و بسته و اونم انجام خواهد داد در رومیان با به هشت آیه میگه که و هرگاه فرزندانیم وارسان هم هستیم یعنی وارث خدا و هم وارث با مسیح اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم هرگاه فرزندانیم وارسانم هستیم چون عیسی مسیح این وصیت نامه رو با عهد بسته اون کتاب رو نوشته و زمانی که عزیزان مرد این قدرت وصیت نامه باز شد آمین و اینجا میگه که بلال حارسین وارس هستیم یعنی وارسین هم هستیم یعنی وارث خدا و هم وارس با مسیح هر چیزی که مال مسیح مال ماست اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی شریک باشیم اینجاست که میگه که در مورد الان این اتحاد رو با عیسی مسیح داشتن و همینطورم اجازه بدیم خداوند هم در زندگی ما در این دنیایی که ما زندگی می کنیم واقعا این ارزش بهای عیسی مسیح بفهمیم و بدونیم و برای چه چیزی ما خوانده شدیم و برای این خوانده شده شد شد شدگی خودمون رو آماده کنیم و وعده هایی که داده دوم تیموتیوس با به دعای سینزده میگه که ولی اگر بی وفا بی وفایی کنیم ما او وفادار خواهد ماند زیرا او نمیتواند خود را انکار کند نمیتونه ماهیت ذاتش وفاداریه حتی ما خرابکاری کنیم او میسته سب میکنه که ما دوباره برگردیم دوم تسالونی که میگه که اما امین از آن خداوندی که شما رو استوار و از شریر محافظ محفوظ خواهد ساخت و میتونم ابراهیم ابو بدای 23 بگی که و اعتراف امید را محکم نگه داری زیرا که وعده دهنده امین است اون که کسی عهد رو با تو بسته امین است عزیزان من فقط میتونم بگم از از این هفته همینطور که این دعا رو کردم که خدا چطور میتونیم تو رو چلال بدیم چطور میتونیم واقعا نام تو رو برافرازیم کار عظیم تو رو اعلام کنیم و باید بدونیم که چه چیزی چه کاری که عیسی مسیح کرده همینطور که واقعا فکر من اینطوری منفجر شد هر چقدر سی و پنج سال ایماندار هستم یهو این مکاشفه که این این نامه رو که چیز کردم باز شد که خداوند این رو نوشته همه کار فقط گفته که شما نمیتونین به دست بیارین من خودم رو میرم روی صلیب میمیرم که این نامه باز بشه نامه یعنی همون قدسل اقداس هم باز بشه که شما وارد بشین و این محبت و محبت و فیض خداست که حامل ما شده اینجاست که ما باید واقعا در این قسمت عزیزان واقعا بدونیم که همینطور که در رومیان خوندیم آیا واقعا دنبال برکت هستیم در این دنیا حالا دنبال این هستیم که در این دنیا یه سرزمینی داشته باشیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم اونجا خوب راحت زندگی کنیم مخالف چیزایی نیستم ها ما مهم قلب ماست یکی ابراهیم هم گفته که ابراهیم هیچ جایی نداشت فقط اون منتظر اون خانه است که خدا در آسمون اونجا چیز کرده آماده کرده سرزمینی که خدا آماده کرده ابراهیم یک کلید خیلی 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 مهمی است چون خیلی چیزایی که از اونجا آمده روحانی ما نمیتونیم نگاه کنیم اینجاست که ما باید نگاه کنیم چقدر واقعا این عهد رو ما نگه میداریم خداوند با ابراهیم این عهد رو بس به ابراهیم چیزی نگفت که چیزی باید انجام بده خودش انجام داد فقط به ابراهیم گفته باور میکنی یا نه ابراهیم گفته باور میکنم گفته عادل شمرده شدی چون باور میکنیم که من میتونم این کار انجام بدم مرد عادل به ایمان زیست میکنه ما با این ایمان باید زندگی کنیم خدا چه بهایی پرداخت کرده چه چیزی به دست بیاریم من میتونم حتی بگم که گناه بزرگ اینه که چیزی که خدا برای تو آماده کرده خار بشمارید برکتی هست که یا برکت نمیتونم بگم این فقط یک آینده ای است که خداوند برای تو آماده کرده با خون خودش بس با خون خودش انجام داده تو خار بشماری گناهه گناهی که زمانی که خدا میخواد به تو هدیه بده تو رد میکنی مگه من چیزای دیگه میخوام این کلام بیشتر میخواستم واقعا کار عیسی مسیح واقعا طوری باز بشه طوری محبت خدا ماهیت شخصیت خدا طوری برای تک تک ما باز بشه مکاشفه جدیدی از خداوند بگیریم و همزمان بدونیم عزیزان که همینطور که کلام رو خوندیم یه عهدی بود که مربوط به ارس مربوط به وراسته اینو ما متوجه بشیم و همینطور هم خودمون به این عهدی که ما بستیم زمانی که ما تعمید گرفتیم توی تعمید بود که ما این عهد رو با او گرفتیم درسته یا نه؟ یا؟ زمانی که تعمید گرفتیم چی گفتین؟ گفتیم خداوند همینطور که تو خودتو زندگی خودتو دادی منم زندگی خودم رو به تو میدم درسته؟ خدا من تو برای من زندگی کرده منم میخوام از این به بعد با تو زندگی کنم من با عیسی باز تو مردم با تو دف شدم و با تو بعد از سه روز قیام کردم دیگه من زندگی نمی کنم بلکه عیسی تو زندگی میکنی ذهن و دیدمون الان در این زمان آخری که ما هستیم عزیزان باید طوری باشه که شروع کنیم واقعا به شما میگم آسمونی فکر کنیم زمان یواش یواش به کمال رسیده اتفاقاتی خواهد افتاد قلب تو به سرزمین این دنیا بسته یا سرزمینی در آسمون که خداوند به تو برای تو آماده کرده از ما برای پادشاهی خدا خق شدیم از اول خدا که فکر رو کرد ما رو خلق کنه که وارث پادشاهی خدا یا وارث بهشت میتونی بگی بشیم برای این ما خلق شدیم این سرود رو ما خوندیم خلقت بهشتی هستم میتونیم دوباره بخونیم برای این خلق شدیم و در این دنیا ما باید کوشش کنیم خودمون رو آماده کنیم یک روز ارث ببریم چون افرادی هستن که هر چقدر خوانده شدن به ارث ببرن از دست خواهند داد پادش ملک چیز حیات جاودانی رو خواهند داشت خیالتون راحت باشه فقط ارث نخواهیم برد چون ارث ربطی به عهدی هست که او داده رویش ایستاده ما هم باید بیستیم آمین با هم دعا کنیم و خوب میشه شاید همین سرود رو دوباره بخونیم و آه... یا نمیدونم ببینیم رول قدس چطور ادایت میکنه چشمون ببندیم شاید با این دید نگاه کنی که مرگ عیسی مسیح و با این مرگش این عتی که بسته شامل یک وراثت هست نگاه کن مثل اینکه یک کتابی هست تو این کتاب اسم توست آینده توست سرزمینی است که تو برای ابدیت به دست خواهی آورد این بسته بود و نگاه کن چطور عیسی مسیح آمد با خون خودش که روی صلیب رفت الان این کتاب باز شد برای تو گناه تو که آمرزیده شد بخشیده شد الان این کتاب برای تو باز شد آینده تو آینده که در ابدیت زندگی خواهی کرد اونجا نوشته زیباترین پرشکوفترین زمانی هست که منتظر توست خداوند این به تو میگه این همه کار رو کردم که این وسیعت نامه رو به دست تو برسه الان چی میخوایی؟ مللویو. مرسیون رول یا تو اینجا هستی خداوند تو از قلبای ما اطلاع داری خداوند و خداوند دعا میکنم این چشمای قلب همه ما طوری باز کنی خداوند که واقعا بدونیم که با چه عشقی تو آسمون رو تر کردی با چه عشقی آمدی آمدن تو این بود که ما, ما رو وارسین پادشاهی تو بکنیم بیا نرشون بده خداوند و خداوند دوباره این اشتیاق رو در قلبای تک تک ما به وجود بیار خداوند خداوند این این دعوت سماوی رو خداوند بفهمیم دعوت سماوی از خداوند که تو اونجا منتظر هستی تو مثل کاهن اعظم خداوند اونجا شفاعت میکنی دعا میکنی و عهد خودتو نگه داشتی حتی ما بی وفا هستیم تو وفادار هستی تو بیا خداوند این اشتیار رو در قلب ما به وجود بیاریم و کاشفه رو بده خداوند که از هر نوع بی تفاوتی از هر نوع لودگی از هر نوع خداوند خستگی و هر چیزی میتونه باشه خداوند حمله ها خداوند واقعا خداوند رها بشیم دوباره بدونیم که خداوند چه ارزشی دعوت توست خداوند کمک کن خداوند آلالویا خداوند مرسی که که روی خداوند وعده تو که با خون با ما بستی این میتونیم حساب کنیم خداوند حالالی خداوند میخوام جلال به تو بدیم در نام تو عیسی مسیح آمین آمین تو قلب من هستی دوباره این سرود رو با هم بخونیم خلقتی بهشتی هستم شاید الان زمانی که بخونیم شاید بتونیم با قلب دیگه با روح دیگه بخ... بتونیم بخونیم Bütün bu hambe-i istim ایسا مسیح که کاهن اعظم چطور الان برای تو شفاعت میکنه و تو رو میبینم خونم به خونمت بختم که موقع تو رو